هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از زمینی که سیف شده و گاباش بد جور به هم شاخ میزنه. اوزما خیلی خودشو نگه داشته بود که از سوزشش در جریان پاره شدن لیز چیزی نگه، ولی وقتی با هیچ پمادی درمون نشد بالاخره آهنالش بلند شد و به زبون آورد که تنگی نفسش مال چیه. نگاه کنید امروز ببینید وضعیت ارزش‌های آمریکایی به کجا رسیده. گروه منافقین را زیر چتر حمایت قرار میدن، به قول خودشون از لیست سیاه خودشون خارج میکنن. سقوط ارزش‌ها اینا. خامنه‌ای گماشته‌های دیگه‌اش رو هم فرستاد به صحنه. هر کجا در داخل اختلاف شده شما میبینید جای پای نظام سلطه و دشمنان هستش. اگر مسئول سران سقوف فرض بگیرید اختلاف دارن، اختلافشون کجا باید ببرن و عملا شکاف درست میشه. در حال عثما داره خودش رو آماده میکنه برای بالا رفتن از نردبون انتخابات، همون نردبونی که یه بار اتش افتاد و دک و دنده و تلس به شکست. خامنه این ناچاره که از رو نره و یه بار دیگه شانسش رو امتحان کنه. شاید این دفعه بخت باهاش یار باشه، یه چیزی تو این مایه ها. منتها این بابا یه تفاوتی با عظما داره، اونم اینه که بازم بلند شد، اما عظما دیگه استخوناش از این قوت ها نداره. بدبختی عظما که مرز نمیشناسه، بشارش بی ترمز افتاده رو سرسره سرنگونی. البته خامنه ای بهش گفته نترس، هوات رو داریم، کشتی طوفان زده جفتمون رو با هم هدایت میکنم. بفرما. This is how you bruise your dinghy. دشمنان نظام باید خیلی بترسن، چون ولی فقیه خودش رو برای عبور از هر مانعی آماده کرده، مثل نفر اول این دونده ها. نه اینطوری، با اتکا به نیروهای بسیج که اقتدار از سر کولشون بالا میره. کافی دشمنان نظام این بسیجی نمونه رو ببینن تا فکر چپ نگاه کردن به نظام رو از سرشون بیرون کنن. موفقیت‌های بین‌المللی نظام شکست‌های داخلی رو جبران کنه. در رأس این موفقیت‌ها دیدارهای احمدی نژاد با مهمترین و تأثیرگذارترین چهره‌های بین‌المللی بود که از بس مهم بودن تو تیویریش هم اسمشون رو نگفتن که مایه آبروزی نشه. فراز تاریخی این دیدار گفتمان آق محمود به زبان اصلی بود. خوب شد شکسپیر زودتر مرد، وگرنه از حسودی تسلط آق محمود به انگلیسی دق می‌کرد. Pleasure and an honor to meet such a strong believer in the Almighty. Me too. عظما همه امکاناتش از جمله تیوی ریش ضربه خورده‌اش رو هم به کار گرفت که ریشش رو که بدجوری تو چرخ دنده‌های مشکلات گیر کرده آزاد کنه. ولی اگه جنگولک بازی‌های تیوی ریش میتونست دردی دوا کنه، اول یقه خودش رو از جریمه‌ها و تحریم‌ها خلاص می‌کرد. یک نمایش تاثیرگذار که تمام تحریم‌ها رو با سه سود خونسا می‌کنه. تحریمو جدی نمی‌گیری؟ ها؟ تحریمو جدی نمی‌گیری؟ من درک کارو برات جدی می‌گیرم. جدی می‌گیری؟ جدی می‌گیری؟ جدی؟ 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 20 بار می‌نویسی از اینکه ما تحریم‌ها رو جدی می‌گیریم. واکنید دندانم یک دیکشم کرد. ما ایران را تحریم جدی می‌کنیم. من اینا دیدم که یواشکی داشت اون گوشه بی‌اعتنایی می‌کرد به تحریم‌ها. مسیر سمت چپ چپ تنبیه، مسیر سمت راست سود تجاری معامله با ایران. چی میشه؟ چی دیگه، مثل اینکه یه جریانی داره این شرکت ها رو به سمت راست هدایت میکنه. واقعا که
یه تلاش دیگه عظما از طریق کیش کردن مجدد آخوند بابعیان به داخل تلویزیون بود. طبق معمول اولش اختصاص داشت به نوآوری بیپایان این شیخک در مزخرفگویی. اگه بتونی مراقب زبان باشی، اگر گوشت رو براش فیلتر بگذاری، اگر بتونی خیالاتی که مثل لشکر مغول حمله میکنه، شما اندر شبهه ترمز ABS برای خودت بذار، یک تیکاف میخواد با یه موتور قوی تر و یه جهشی میخواد با یک سانتریفیوژی که بتونه یهو این چند گرم اورانیوم رو به یک انرژی هسته‌ای برسانه. البته خیلی زود مشخص شد که این مقدمه چینیا برای این بود که به یه کسی جلوی عظما لنگ و لگد نندازه. این هم مباحث قانع کننده بابعی نظام در دفاع از خامنه ای. ولایت فقیه رو امام هم نمیتونه به کس دیگه بده، بگه خب ما متواضعیم، چون حق خودش نیست، او رو دیگری بر قامت او دوخته. این ردایست که اونی که اعطا کرده باید برداره و عزل کنه. بله، شرکت کننده اول مشنگستان حجت الاسلام پیکاسوه که یک بحث جدید در مورد روانشناسی رنگ ها برامون آورده. گاهی وقتا مثلا در خصوص رنگ مشکی گفته می شود رنگ مشکی رنگ افسردگی است یا افسردگی آور است. خب اینا در واقع علمی نیست اینجوری قضاوت کردن ها. مثلا در خصوص رنگ چادر زیاد دیده میشه که مثلا میگن که این رنگ فرض کنید که کسل کننده هست و امثال اینا. مثلا فرض بفرمایید که شما از یه نمایندگی خودرو فرض کنید یه خودروی مشکی انتخاب بکنیم، مثلا ممکنه دیگران بگن که تو چقدر افسرده ای. یا مثلا فرض کن که کمربند تکواندوکارا مشکی هست، اینا یعنی به اون مرد هرده که میرسن دیگه افسرده میشن. شرکت کننده دوم پاسداری طلایی از نیروی انتظامیه که با کشف ریشه مشکل ترافیک کارشناسا رو در سطح جهان برد به حالت کما. یارو گفته مشکل ترافیک به خاطر رانندگی خانم ها ایجاد شده. اونقدرم بی حیاست که وقتی ازش در مورد این اظهار نظرش پرسیدن طلبکارم شد. در واقع من دفاع از حقوق خانم ها کردم. شرکت کننده بعدی وزیر بهداشت دولت پاسدار احمدی نژاده که فکر کرده همه تو ضریب هوش مثل خودشن. 5 تا دارو رو که با کلی تبلیغات پارسال رونمایی کرده بود دوباره به عنوان داروی جدید رونمایی کرد، طوری که سر و صدای خودشون هم در اومد. لابد فکر کرده رونمایی از دارو هم مثل خوردن داروه که تا 6 ساعت یه بار جا داره. در پایان توجه شما رو به یک نمونه حرکات نمایشی تعدادی دانش آموز ژاپنی جلب می‌کنیم که البته رقیبی برای رژه‌های منظم نیروهای نظام محسوب نمی‌شن.